خب مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمت دوستان عزیز. امیدوارم تا اینجای کار از مطالبی که گفته شد خسته نشده باشید. من برای دوستانی که حالا این قسمت دوم رو شاید ببینن، یک مختصری از اون چیزی که توی قسمت اول گفتیم عرض می‌کنم و باز به این نکته تصریح می‌کنم. آنچه که ما در این فضا در خدمت شما هستیم، در فضای لایو اینستاگرام، این ارتباط یک سویه هست، یعنی شما امکان سوال پرسیدن از ما رو نخواهید داشت، اما در کلاس‌های آنلاین که انشاءالله در خدمت دوستان باشیم هم میتونید سوالاتون رو بپرسید، هم میتونید چت کنید، هم تصویر شما رو داشته باشیم، هم صدای شما رو داشته باشیم. پس اونجا حالت تعاملی و دو سویه رو ما خواهیم داشت و مطمئناً کیفیت کلاس ما از این چیزی که اینجا هست بهتر خواهد بود. خب در فاید اول، در قسمت اول ما داشتیم در خصوص شروط باطل موکل صحبت میکردیم، مواد 232 و 233 که البته 233 در خصوص شروط باطل غیر موکل است. ببخشید، 232 شروط باطل غیر موکل و ماده 233 شروط باطل موکل است. در خصوص شروط باطل موکل ما دو مورد رو به دوستان عرض کردیم که شرط خلاف مقتضای ذات عقل و شرط مجهولی که موجب جهل به عبدین شد. در خصوص مقتضای ذات عقل صحبت کردیم و مثالهای رو گفتیم، بی رو گفتیم، اجاره رو گفتیم، زمان رو اشاره کردیم، مزارع رو اشاره کردیم، مون مزاربه. حالا در خصوص مزاربه دوستان حتما استعذار دارم، مزاربه از عقودی است که یکی از طرفین سرمایه در اختیار دیگری قرار میده و دیگری با این سرمایه کار میکنه و طرفین در سود و زیان با هم دیگر شریک میشن. خب حالا باید دید آیا در خصوص مقتضای ذات عقد مضاربه در قانون مدنی و شروط ضمن عقد مضاربه چیزی اومده یا خیر. شاید مهمترین ماده عقد مضاربه ماده 558 است. اگر دوستان قانون مدنی رو در اختیار داشته باشند، در ماده 558 در عقد مضاربه چنین اومده: اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود یا خسارات حاصل از تجارت متوجه مالک نخواهد شد، عقد باطل است، مگر اینکه به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجاناً به مالک تمدید کند. و قبل از ماده 557 ماده دیگری هست، 558 ماده 557 هست که در مورد اون هم اشاره خواهم کرد. خب مضاربه با این کیفیتی که خدمت شما عرض کردم و ماده‌ای که اشاره شد، آیا ما میتونیم شرط خلاف مقتضای ذات عقل اینجا ببینیم؟ بله، در این ماده قانونی دو تا شرط رو ذکر کرده که هر دو شرط خلاف مقتضای ذات عقل مضاربه هستند. شرط اول چیه؟ شرط زمان مضارب نسبت به سرمایه. دقیقا بفهمید؟ پس شرط زمان مضارب نسبت به سرمایه بدین معنا که آقا من پولی رو در اختیار شما قرار میدم و شرط میشه شما که به عنوان مضارب هستید نسبت به سرمایه ضامنید. اگر چنین شرطی در ضمن عقد مضاربه بیاد، هم شرط باطله هم عقد رو باطل میکنه، چون این شرط برخلاف مقتضای ذات عقد مضاربه است. دو، در همین ماده شرط عدم توجه خسارات به مالک، منظور مالک سرمایه است، شرط عدم توجه خسارات به مالک، باز این شرط هم خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه است، خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه است. و اگر چون این شرطی بیاد، هم شرط باطله و هم عقد رو باطل میکنه. اما در این ماده دو تا شرط دیگه هم وجود داره: شرط تملیک میزان خسارت از سوی مضارب به مالک که شرط فعله، شرط تملیک میزان تلف سرمایه
به مالک که بر عهده مضارع قرار میگیره، باز این شرط هم مثال شرط فعله که این دوتا شرط که در انتهای ماده ذکر شده، اینها هم شرط صحیح هست و هم عقد صحیح است. دقت کنید، شما برای اینکه توی امتحان موفق باشید باید هم به ماده 558 مسلط باشید و هم بتونید این چهار تا شرط رو از هم تفکیک کنید. خب ممکنه کسی بیاد بگه من همه اینا رو بلدم، اینا رو هم خوندم، اما تو امتحان نمیتونم به قول من جواب بدم. من این دوستان شما رو درک میکنم. یادتون باشه کسایی که سوال طرح میکنن، کسایی که به قول معروف مواد قانونی رو مبنای سوال خودشون قرار میدن، بعضی اوقات از اون چیزی که شما بیشترین توجه رو بهش کردید نکته در بیارن که شما رو غافلگیر میکنن. خب حالا اگر ما همه اینا رو میدونیم ولی تو امتحان سوال اینگونه به ما دارن، دقت کنید، من اینجا میریسم اگر تصویر داشته باشیم، شرط زمان مالک نسبت به سرمایه، شرط زمان مالک نسبت. ما گفتیم شرط زمان مضارع نسبت به سرمایه، هم شرط باطل هم عقد باطله، اما شرط زمان مالک چی؟ دقت کنید، عقد مضارع یک طرفش مالک سرمایه هست و یک طرف مضارع یا عامل هست. شرط زمان مالک نسبت به سرمایه، آیا این شرط باطل و مبطل؟ خیر، این شرط صحیحه، هم شرط صحیحه هم عقد صحیحه. دقیق فهمیم، پس بایستی به این نکته انحرافی توجه کنید. کنار ماده 558 این نکته رو هم اشاره کنید، شرط زمان مالک نسبت به سرمایه اینجا دیگه مثل اون شرط نیست که باطل و مبطل باشه، اینجا هم شرط صحیحه و هم عقد صحیحه. خب باز این رو هم میدونیم، توی امتحان سوال به نفع دیگری میدن، اگر در ضمن عقد مضاربه شرط شده باشد که تمام منافع حاصل از تجارت متعلق به مالک باشد، اگر در عقد مضاربه شرط شده باشه که تمام منافع حاصل از تجارت متعلق به مالک باشه، دقت کنید، همین چند دقیقه پیش ما در مورد مضارع گفتیم، در مضارع اگر شرط تملک تمام محصول به یکی از طرفین شده باشه، هم شرط باطله هم عقد باطله. اما در عقد مضاربه چی؟ اگر در عقد مضاربه شرط شده باشه که تمام منافع متعلق به مالک باشه، آیا چنین شرطی عقد مضاربه رو باطل میکنه؟ پاسخ منفی. در اینجا آنچه که واقع شده باطل نیست، ولی دیگه مضاربه هم نیست. برای یافتن این مفهوم باید ماده 557 شما ببینید. ماده 557 در این ماده اومده اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد، نمیگه اینجا عقد باطله، میگه در این حالت معامله مضارب محسوب نمیشه، در این حالت مضارب محسوب نمیشه، نمیگه باطله. اینجا هست دوستانی که علاقه دارن ارتباط پیدا کنن بین مواد، باید ماده 532 در عقد مزارعه رو با ماده 557 در عقد مزارعه کنار هم بذارن و این دو رو بهش اشراف داشته باشن و در کنارش ماده 558 رو که در عقد مزارعه هست ببینن. این مثلث مهمیه، به شما کمک میکنه. دقیق بفرمایید. پس بنابراین ما در خصوص شروط ضمن عقد داریم صحبت میکنیم، شرط خلاف مقتضای ذات عقد اشاره کردیم و خدمت شما عرض میکنم در قوانین مختلف، در مواد مختلف قانونی، در عقود مختلفی که وجود داره اشاره کردیم به این داستان ها. بیع رو گفتیم، اجاره رو گفتیم، ضمان رو گفتیم، مضاربه رو گفتیم. بهتره که اینجا اشاره‌ای هم به عقد رهن بکنیم. بد نیست. بله، عقد رهن هم از عقود مهم قانون مدنی هست که باید بهش توجه بشه. عقد رهن همه شما داستانش رو میدونید. من بدهی به شما دارم. حالا این بدهی ممکنه ناشی از قرارداد باشه، ممکنه ناشی از امور غیر قراردادی باشه.
بابت این بدهی که به شما دارم مالی رو به عنوان وثیقه در اختیار شما قرار میدم. شمایی که طلبکار هستی میشی مرتهن، منی که بدهکار هستم میشم راهن در عقد رهن. عقد رهن دین من راهن به شمای مرتهن منعقد میشه. خب اگر دوستان ماده 778 رو ببینن، دقت کنید، ماده 778. در ماده 778 چنین اومده، توی این ماده دوستان قانون مده را اگر در اختیار داشته باشن، گفته اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش عین مرهونه را ندارد باطل است. من مالی رو به عنوان وثیقه بدهی در اختیار شما قرار دادم. فلسفه عقد رهن چیه؟ فلسفه عقد رهن اینه که اگر من بدهی شما رو پس ندادم، شما برید با تشریفات قانونی ملک رو یا مال رو بفروشید، طلب خودتون رو بردارید، اگر اضافه مون به من برگردید. این فلسفه عقد رهن. حالا اگر طرفین اومدن تو عقد رهن چون این شرطی گذاشتن، گفت آقا من مال رو به تو رهن میدم به شرطی که حق فروش رو نداشته باشی، خب این خلاف مقتضای ذات عقد رهن. به همین خاطر که نظر مشهور در فقه امامیه، میگه چون این شرطی هم باطله و هم مبطل عقد رهنه. نظر مشهور در فقه امامیه. خب شما این نظر مشهور رو جاهای مختلف شاید بخونید، اما اگر توی امتحان همین سوال به شما دادن، آیا میشه از این نظر مشهور استفاده کرد؟ تا کنون 2، 3، یا 4 بار همین سوال در آزمون‌های مختلف تکرار شد. اگر توی امتحان به شما گفت نظر مشهور چیه، باید بزنید این شرط باطل و مبطل، چون خلاف مقتضای ذات عقد رهن. اما اگر در خصوص نظر مشهور فقه امامی از شما سوال نکرد، بلکه به طور مطلق سوال کرد، گفت شرط عدم فروش عین مرهونه در واقع چه تأثیری تو عقد داره، توی سنوات گذشته پاسخی که به این سوال دادن گفتن شرط باطله اما عقد رهن صحیحه. به این نکته دقت کنید دوستان، نگید ما الان دچار تشتت شدیم، ذهنمون پریشون شد. از شما از یه بر میگید نظر مشهور فلان، از یه طرف میگید اگر توی امتحان از نظر مشهور سوال نکرد باید طور دیگه بزنید. دقت کنید در بعضی از موارد شما باید بتونید این تفکیک ها رو قائل بشید، با توجه به سوال باید به سوال پاسخ بدید. توی سنوات گذشته هم سوال بوده در آزمون کارشناسی ارشد، نظر مشهور چیه در این زمینه، و هم سوالی بوده در آزمون وکالت که به طور مطلق سوال داده. اگر گفت نظر مشهور شرط باطل و مبطل، اگر نگفت نظر مشهور به طور مطلق سوال داد، باید گفت که در اینجا شرط باطله و عقد صحیحه. کما اینکه نظر مرحوم کاتوزیان هم همینه، در حاشیه همین ماده اشاره میکنه که شرط باطل اما عقد صحیحه. دقت کنید نویسندگان قانون مدنی آدمای باهوشی بودن، چون این موادی که آوردن از فقه اقتباس شده، در بعضی از متون فقهی، همه شما متون فقه خوندید، اختلاف نظرهایی وجود داشته. در یک موضوع ممکنه 2 نظر، 3 نظر، 4 یا حتی بیشتر وجود داشته. نویسندگان قانون مدنی در بعضی از موارد به خاطر اینکه در واقع حالا جانبداری نکنن، بعضی از مواد قانونی رو با اندکی ابهام، که اون هم در واقع زیبایی خاص خودشو داره، یعنی مثالش هم همینه. شما در ماده 778 ببینید چی گفته، اگر شرط شده باشد که مرتهن حق فروش این مرهونه را ندارد باطله. چی باطله؟ شرط باطله یا عقد باطله؟ این اختلاف نظر تو فقه وجود داشته. کسایی که این قانون رو نوشتن میدونستن این اختلاف نظر وجود داشته، و برای اینکه بتونن این قانون رو، این پیشنویس رو ببرن تو مجلس شورای ملی که اون زمان تو مجلس هم مجتهدینی بودن تصویب کنن، سعی کردن به لطایف فلهیلی از کنار این اختلاف بگذرن، و این هم اشکالی نداره، این هم یک هنری هست برای قانون نویسی. نمونه های از این دست رو در جاهای مختلف میبینید که در واقع صحبت کردنش حالا خیلی در این فضا حالا شاید فعلا میسر نباشه. خب من در خصوص شرط خلاف مقتضای عقد صحبت کردم، 5-6 تا عقد رو هم مثال زدم. اگر یادتون باشه قرار شد در ادامه بحث به عنوان بحث تکمیلی بحث دیگری رو هم اینجا اشاره کنیم. شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد چیه؟
ما گفتیم شرط خلاف مقتضای ذات عقل باطل و مبطله. حالا شرط خلاف مقتضای اطلاق چه وضعیتی داره؟ قبل از اینکه در واقع به این سوال پاسخ بدیم، باید در خصوص مقتضای اطلاق صحبت کنیم. دقیق فرمایید. اطلاق، خود اطلاق یعنی بی قید و شرط بودن. وقتی میگن این ملک تلقه، یعنی در ره نیست، در وقف نیست، آزاده. وقتی میگن این زن مطلقه است، یعنی رها شده از قید و بند ازدواج، رها شده. وقتی میگن این عقد مطلقه، یعنی قید و شرطی در ضمن عقد ذکر نشده. پس وقتی از مقتضای اطلاق صحبت میشه، یعنی این که اگر عقدی بدون هیچ قید و شرطی منعقد بشه، یک سری آثار تکمیلی داره. من مثال بزنم، اگر من خونه ای رو به مبلغ معین، فرض کنید خونه ای رو به مبلغ 1,000,000 تومان به شما فروختم، اما تو قرارداد درباره زمان پرداخت ثمن هیچ قید و شرطی نداشتیم، یعنی مطلق بدون قید و شرط خونه رو فروختیم به مبلغ معین، اما نگفتیم مشتری کی ثمن رو پرداخت کنه، مقتضای اطلاق عقد بی این که مشتری فوراً و به صورت حال ثمن رو پرداخت کنه. ماده 344 قانون مالی رو میتونید ببینید. در قانون، در ماده 704 قانون مالی، اگر اشتباه نکنم، میگه زمان مطلق محمول به حال است. یعنی اگر کسی ضمانتی انجام بده بدون قید و شرط، زمانش حاله، باید بلافاصله دین رو پرداخت کنه. زمان مطلق محمول به حال است. پس اگر توی امتحان از شما سوال کردن که شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد چه وضعیتی داره، پاسخ شما این خواهد بود: شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد، شرط صحیحه، عقدم صحیحه. مثال دیگری که میشه زد، مقتضای اطلاق عقد اجاره. البته هر عقدی ممکنه یک مقتضای ذات داشته باشه، اثر اصلی، اما مقتضاهای اطلاقش ممکنه بیش از یکی باشن. مقتضای اطلاق عقد اجاره اینه که ید مستأجر امانی باشه. حالا اگر در عقد اجاره شرط زمانی بودن ید مستأجر پیش بینی شد، چون این شرطی چه وضعیتی داره؟ چون این شرطی صحیح و نافذه. اگر در عقد آریه شرط زمانی بودن ید مستأجر شد، این شرط ولو اینکه خلاف مقتضای اطلاق عقد آریه هست، خلاف مقتضای اطلاق عقد آریه هست، اما شرطی صحیح است هست و نافذ. حالا بین همینا ممکنه یه دفعه سوال بدن شرط زمان مضارب نسبت به سرمایه. اینجا دیگه شما باید نکس کنید. شرط زمان مضارب نسبت به سرمایه همون چیزی بود که ما تو ماده 558 بهش پرداختیم. اونجا هم شرط باطله و هم عقد باطل میکنه. دقیق بفرمایید. پس شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد شرطی است که صحیح و نافذ و معتبره، هرچند برخلاف مقتضای اطلاق عقده. اما شرط خلاف مقتضای ذات عقد شرطی است که هم خودش باطله و هم عقد رو باطل میکنه. خب دقت فرمایید، چیزی که اشاره شد یه جمع‌بندی بود. مطمئن باشید در کلاس‌های آنلاین و کلاس‌های حضوری اگر اشاره فراهم بشه، ما فضای بیشتری خواهیم داشت برای که این مباحث رو تکمیل‌تر و در واقع با جزئیات بیشتری، ولی خب در همین حد فعلا شرط خلاف مقتضای ذات هم کافی. خب بریم قسمت دوم، شرط باطل مبطل، شرط مجهولی که موجب جهل و عوضین بشه. جهل، غرر، در متون فقهی و در قانون ما معامله قرری مورد نهی قرار گرفته. معامله قرری یعنی معامله‌ای که طرفین معامله نسبت به موضوع دچار جهل باشند. حالا در بعضی از عقود ما علم تفصیلی نیاز داریم، در بعضی از عقود علم اجمالی نیاز داریم. سوال اینه شرط مجهولی که موجب جهل و عوضین بشه چه اثری در عقد داره؟ پاسخ رو گفتیم. اگر شرط مجهول موجب جهل و عوضین بشه، هم شرط باطله و هم عقد باطله. اینو همه میدونن،
اما اون چیزی که اینجا اهمیت داره مصداق‌هایی هست که برای این در مقررات گفته شده. چه مصداق‌هایی؟ ما چند نمونه رو خدمت شما عرض خواهیم کرد. خب من این قسمت رو با اجازه شما پاک کنم تا برسیم به این شرط مجهولی که در واقع موجب جهل به عوضه این شده. حالا در عقل به عوضه این عبارت هند از سمن اومدی. من مثال میزنم. شخصی به دیگری میگه آقا من خونه تو رو به مبلغ 1,000,000,000 تومان خریدم. دقیقه فرمید. شخصی به دیگری میگوید خانه تو رو به مبلغ 1,000,000,000 تومان خریدم با این شرط که هر وقت استخدام شدم سمن بپردازم. دقت کنید، هر وقت استخدام شدم سمن را بپردازم. اینجا دقت کنید، ظاهرا مبی معین معلومه، سمن هم ظاهرا معلومه. اون چه که مجهوله چیه؟ اون چه که مجهوله زمان پرداخت سمنه. خب آیا مجهول بودن زمان پرداخت سمن، آیا مجهول بودن زمان پرداخت سمن اونقدر مهم هست که موجب جهل برزن بشه؟ پاسخ به این سوال مثبته. دقت کنید، همین الان شما اگه توی بازار برید، فرض کنید میخواید یک کولر گازی برای تابستان بخرید، فروشنده به شما میگه آقا اگر نقدی میخوای ببری 10,000,000 تومان، اگر میخوای 2 ماهه پرداخت کنی 12,000,000 تومان، اگر بخوای 6 ماهه پرداخت کنی 15,000,000 تومان، اگر بخوای 2 ساله پرداخت کنی 18,000,000 تومان. یعنی هر چی داره زمان رو گسترده میکنه، سمن رو هم چیکار میکنه؟ افزایش بده. این تأثیر زمان در پرداخت سمن اونقدر اهمیت داشته که بعضی از فقهای عبارت معروف دارن، حالا در بعضی کتب هم هست، میگوین للعجل و قسط من از سمن، للعجل و قسط من از سمن. معنی این جمله چیه؟ میگه زمان، دقت کنید، زمان پرداخت، زمان بخشی، قسط، قسمتی، زمان پرداخت بخشی از سمن است. وقتی شما بخشی از سمنت مجهول باشه که انه کل سمن مجهوله، شرط موجب جهل به عوضه. یادتون باشه عوضه قرار نیست هر دو عوض رو مجهول کنه، گاهی سمن رو مجهول میکنه، گاهی مبی رو مجهول میکنه و گاهی هر دو رو مجهول میکنه، ولی معمولا این جهل یکی از اینا برمیگرده. پس در مورد عقد بیع اگر زمان پرداخت سمن مجهول باشه، اگر مورد، دقت کنید، دو حالت داره. اگر پرداخت سمن هیچ حرفی در مورد زده نشه، سکوت بشه، باید بلافاصله پرداخت بشه. اما اگر منوط به یه حادثه نامعلوم یا یک اتفاقی که در آینده زمانش معلوم نیست بشه، اینجا هم در واقع این جهل به زمان پرداخت سمن سمن رو مجهول میکنه و چون شرطی هم خودش باطله و هم عقد رو باطل میکنه. خب نمونه های از این دست در امتحان های مختلف تکرار شده. برای مثال من میرم یه ماشین میخرم، ماشین رو خریداری میکنم به مبلغ 1,000,000 تومان، بعد ضمن عقد شرط میکنم که فروشنده باید تخفیف مناسبی به من بده. خب میزان تخفیف چقدره؟ چون میزان تخفیف مجهوله، در اینجا این جهل باعث جهل به سمن میشه و عقد رو باطل میکنه. البته اگر جاهای میزان تخفیف عرفاً معلوم باشه اشکالی نداره. من دو تا مثال فعلاً گفتم. خانه‌ت را به مبلغ 1,000,000 تومان خریدم به این شرط که هر وقت استخدام شدم سمن را پرداخت کنم، شرط باطل، عقد باطل. اتومبیل خریدم به مبلغ 1,000,000,000، شرط کردم فروشنده تخفیف مناسبی بهم بده، باز اینجا هم شرط باطل، عقد باطل. مثال دیگر، خانه ای را به مبلغ 1,000,000,000 تومان خریدم، ضمن عقد شرط میکنم سمن رو همزمان با فوت پدرم پرداخت کنم، اینجا باز هم چیه؟ اینجا چون زمان فوت مجهوله، باز هم پرداخت سمن چیه؟ سمن هم مجهول میشه. شرط کردم سمن 1/3 سهم الارثی باشه که به من میرسه، چون زمان فوت مجهوله، سهم الارث هم مجهوله، اینجا باز هم شرط باطله و هم عقد باطله.
ضمن عقد شرط شده خانه را به مبلغ 1,000,000 تومان خریدم به شرط اینکه هر وقت توانستم پول رو پرداخت کنم. دقت کنید، هر وقت توانستم. باز این جهل به زمان پرداخت باز چی میشه؟ باعث جهل به ثمن میشه. پس اینجا داستان شرط مجهولی که موجب جهل به عوضی بشه هم خودش باطله و هم عقل رو باطل میکنه. تمام مثال هایی که من خدمتتون عرض کردم، تمام مثال هایی که من عرض کردم راجع به بی بود و تمامش هم راجع به زمانی بود که ثمن مجهول میکنه. آیا میشه مثالی گفت برای جایی که مبیع مجهول باشه؟ بله. حالا تو کتاب های مختلف مثال هایی هست. یکی از مثال های مهمی که من دیدم، شخصی میاد یک زمین 10,000 متری رو به شما میفروشه، ضمن عقد شرط میکنه که آقا این زمین 10,000 متری رو باید به 10 زمین مستقل خریدار تفکیک کنه و یه قواره از اون 10 رو به فروشنده برگردونه. اینجا چون متراژ زمینی که میخواد برگرده مجهوله، مبی مجهول میشه و این شرط هم خودش باطل هم عقد رو باطل میکنه. یه مثال ساده‌تر بزنم. من 100 تن گندم به شما فروختم، 100 تن گندم به مبلغ معین به شما فروختم، ضمن عقد شرط کردم که شما باید مقداری از این گندم رو به من برگردونی برای استفاده مثلا خانواده من. اینجا چون مقداری از مبی که باید برگرده مجهوله، جهل به مبی باعث چی میشه؟ باعث باطل شدن عقد بی میشه. باز هم تکرار میکنیم مطالبی که در این در واقع جلسه خدمتتون عرض شد، کاملا حالا به صورت یک طرفه هست. حتما برای دوستان سوالاتی ایجاد شده، ابهاماتی ایجاد شده و شاید تو این فضا امکان پاسخگویی به این سوالات فعلا وجود نداره، اما انشاءالله در کلاس های آنلاینی که در خدمت دوستان باشیم در اون فضا هم امکان در واقع سوال متنی وجود داره، هم ما میتونیم صدای دوستان رو بشنویم و همچنین حتی میتونیم تصویر دوستانی رو که در کلاس هستن اگر سوالی دارن ما بشنویم و در اونجا هم امکاناتی هست که ما بتونیم در واقع سوالایی رو که تو سنوات گذشته هست روی صفحه بیاریم، حالا به طور جزئی‌تر در مورد صحبت کنیم. بنابراین انشاءالله در کلاس های آنلاین شرایط بهتری رو تجربه خواهیم کرد. خب در خصوص شروط باطل مدت 50 صحبت کردیم، شرط خلاف مقتضای ذات عقل رو توضیح دادیم، شرط مجهولی که موجب جهل و عوضین شده رو صحبت کردیم، مثال های رو که من دوستان عرض کردیم، گاهی جهل و ثمن وجود داره، گاهی جهل به مبی وجود داره و حتی بعضی از اوقات مصداقی رو که برای شرط مجهولی که مورد جهل و عوضین میارن موضوع ماده 401 قانون مدنی هست. اگر دوستان قانون مدنی رو در اختیار داشته باشن، در ماده 401 قانون مدنی در خصوص خیار شرط، بله چنین اومده که اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بی باطل است. مبنای این بطلان رو شرط مجهولی میتونن جهل مدت که باعث جهل به عوضی میشه. از این رو هم میشه عنوان یک نکته ذیل این بحث مطرح کرد. اما شاید سوالی در ذهن شما در اینجا ایجاد شده باشه در خصوص شرط مجهول، که اگر در ضمن عقد شرط مجهولی پیشبینی شده باشه اما این شرط مجهول باعث جهل به عوضی نشود، پاسخ این سوال چیست؟ آیا این شرط جزء شروط باطل معتله یا این شرط فقط یک شرط باطل و عقد سیده، یا اینکه نه شرط مجهولی که موجب جهل و عوضی نشود هم شرط و هم عقد سید است؟ برای پاسخ به این سوال من باید مثال رو خدمت شما عرض کنم. منظور از شرط مجهولی که موجب جهل و عوضی نشود چیست؟ دقیق بفرمایید. مثالی که توی سنوات گذشته تو امتحان مطرح شده اینه، شخصی به دیگری میگه من خونم رو به مبلغ معین فرض کنید به 1,000,000 تومان به تو فروختم به شرط اینکه هزینه های پیدا شدن اتومبیل گم شده من رو متقبل بشی. خب اینجا
شرط مجهوله، اما این مجهول بودن به عوض اینکه مبی و سمن بوده سرایت نکرده. حالا ما اگر بخوایم این شرط رو تعیین تحریف کنیم، وضع این شرط چی؟ مرحوم کاتوزیان در کتاب نظم کنونی در یکی از حاشیه‌های ماده 232 یا 233 اشاره کرده، گفته اگر شرط مجهول موجب جهل و عوض این نشود، شرط باطل است اما عقل صحیح است. اما همین سوال اگر اشتباه نکنم در آزمون سراسری سال 86 مطرح شده و پاسخی که به این سوال داده گفته هم شرط و هم عقل صحیحه. دلیلی هم که براش آوردن این بوده که گفتن بر مبنای ماده 232 قانون مدنی شروط باطل غیر مبطل سه هستن: شرط غیر مقدور، شرط بیفایده و شرط نامشروع. این سه تا شرط هستن که باطلن، عقل صحیحه و شرط مجهولی که موجب جهل و عوضه نشود، در واقع در اینجا شرط و عقل هر دو صحیحن. خب اگر توی امتحان ما با چنین سوالی مواجه شدیم چگونه پاسخ بدیم؟ تجربیات چند سال گذشته به ما نشون داده برای پاسخ به این سوال شما باید به متن سوال توجه کنید. اگر در متن سوال چنین اومده باشه در حقوق ایران وضعیت شرط مجهولی که موجب جهل به عوض این نشود چگونه است، دقت کنید، در حقوق ایران، در حقوق ایران از لحاظ تفسیری چون این شرطی باطله اما عقد صحیحه. اما اگر در سوال امتحان نگفت در حقوق ایران، گفت بر اساس قانون مدنی وضعیت این شرط چگونه است، پاسخی که به این سوال باید داد اینجا هم شرط و هم عقد در واقع صحیح است. پس بنابراین به این نکته هم در خصوص شرط مجهولی که موجب جهل به عوض این نمیشه بایستی دقت کرد. خب ما در خصوص شروط باطل مبطل صحبت کردیم، در اینجا لازمه در خصوص شرطی که جهتش نامشروعه وضعیت این چی میشه؟ آیا نامشروع بودن جهت شرط باعث باطل شدن عقد میشه یا نمیشه؟ من دو تا مثال اینجا خدمت دوستان عرض کنم، به دو تا مثال دقت کنید. مثال اول، من خونم رو به مبلغ 1,000,000,000 تومان به شما فروختم، ضمن عقد شرط کردم که از اتومبیل شما برای حمل مواد مخدر استفاده کنم. دقت کنید، خونم رو به مبلغ 1,000,000,000 تومان به شما فروختم، ضمن عقد شرط کردم که از اتومبیل شما برای حمل مواد مخدر استفاده کنم و این رو هم توی عقد تصریح کردم. اینجا جهت شرط نامشروعه. پاسخ به سوال اینه شرط باطله اما عقد باطله. چرا؟ برای پاسخ به این سوال باید منتظر مثال دوم باشیم. مثال دوم چیه؟ خانه‌ام را به مبلغ 1,000,000,000 به شما اجاره دادم به شرط این که به عنوان قمارخانه از آن استفاده کنم. باز هم شرط دوم نامشروع، استفاده به عنوان قمارخانه یک عمل نامشروعه. مثال دوم با مثال اول چه تفاوتی داره که باعث تفاوت توی جواب میشه؟ دقیق بفرمایید. در مثال اول موضوع عقد خانه است و موضوع شرط اتومبیله. پس عدم مشروعیت جهت شرط به عقد سرایت نمیکنه. میگیم در مثال اول شرط باطله اما عقد صحیحه. اما در مثال دوم موضوع عقد با موضوع شرط یکیه. موضوع عقد خونه است، موضوع شرط هم استفاده از خونه به عنوان قمارخونه است. چون این جهت شرط و موضوع شرط با موضوع عقد یکسان میشه، نامشروع بودن جهت عقد، عذرخواهم، جهت شرط به عقد هم سرایت میکنه. پس در مثال دوم هم شرط باطله و هم به واسطه نامشروع بودن جهت عقد رو هم باطل میکنه. خب ما در اینجا جنبندی در خصوص شروط باطل مطلق ما دوستان عرض کردیم: شرط خلاف مقتضای ذات عقد، شرط مجهولی که موجب جهل به عوض این بشه. شاید حالا
من 10 دقیقه الا 15 دقیقه بیشتر وقت نیست حالا به این فایل پایین در خدمت دوستان باشیم. من گریزی هم به شروط باطل غیر منطقی میزنم. همونطور که در ابتدای کار عرض کردیم، شروط باطل غیر منطقی شروطی هستند که فقط خود شرط باطله، اما عقل باطل نمیکنه. در ماده 232 سه تا مصداق برای شروط باطل غیر منطقی گفته شده و این نکته را دقت کنید، ظاهراً این مصداق‌ها جنبه اصلی داره. سه تا مورد گفته، یکی شرط بی‌فایده است، یکی شرط غیر محدود است و یکی شرط نامشروع. دوستان دقت کنید، این سه تا مصداق‌های ساده‌ای هستند. به راحتی شما میتونید توی امتحان اینها رو تشخیص بدید، اما وقتی همین‌ها رو میشه می‌بینید در عقود مختلف قرار میدیم و یا در شروط مختلف می‌خوایم باهاشون ببینیم مصداق‌هاشون چیه، با مشکل روبرو می‌شیم. من چند نمونه خدمت رو عرض کنم. اگر در ضمن عقد نکاح دائم شرط بشه که زوجین از همدیگه ارث نبرن، شرط عدم توارث ضمن عقد نکاح دائم، حتما شما میدونید در نکاح دائم زوجین از هم ارث میبرند. حالا یک استثناءاتی هم وجود داره ولی علل اصول در نکاح دائم زوجین از هم ارث میبرند. اگر شما چنین شرطی ضمن عقد نکاح بیارید، وضعیت این عقد و وضعیت این شرط چگونه است؟ چنین شرطی چون خلاف قواعد امری ارث هست، شرط باطله. مثال کنون شرط باطله، شرطیست نامشروع. وقتی میگن شرط نامشروع یعنی ممکنه خلاف قانون امری باشه، ممکنه خلاف نظم عمومی باشه، ممکنه خلاف اخلاق حسنه باشه. دقیق فرمید. پس بنابراین اگر ضمن عقد نکاح دائم شرط عدم توارث بشه، در اینجا شرط باطل، اما عقد چیه؟ صحیح. مثال دوم، در ضمن عقد نکاح منقطع شرط توارث میشه، یعنی زوجین نکاح منقطعی رو منعقد میکنن، ضمن عقد شرط میکنن که از همدیگه ارث ببرن. شما میدونید در نکاح منقطع زوجین از هم ارث نمیبرن. اگر چنین شرطی بیاد چون خلاف قواعد امری ارثه، باز هم شرط باطله اما عقد نکاح صحیحه. برای یافتن این معنی میتونید ماده 940 رو با حاشیه‌اش بگید. مثال های متعددی وجود داره. در ضمن عقد بیع من خونه ای رو به مبلغ معین به شما فروختم، ضمن عقد شرط کردم که شما باید بری ماشین فلان کس رو تخریب کنید، شرط تلف مال غیر، اینجا شرط باطله اما عقد درسته، چون شرط شرطی است نامشروع. ضمن عقد رهن که ما اشاره کردیم، در ضمن عقد رهن یکی از شروطی که می اومد شرط عدم فروش عین مرهونه توسط مرهنه. گفتیم اگر این شرط بیاد نظر مشهور میگه باطل و مبتله، مرحوم کاتوزیان میگه شرط باطل اما عقد صحیحه. اما در همون عقد رهن اگر چنین شرطی یک شرط دیگه به این معنی بیاد، من مالی رو به عنوان وثیقه به شما در اختیار شما قرار بدم و ضمن عقد شرط کردم که اگر بدهیمو پرداخت نکنم اون مال خود به خود به طور قهری به شما تملیک بشه، وضعیت چنین شرطی چیه؟ در حاشیه‌های نظم قانونی در مبحث رهن میتونید اینو پیدا بکنید. در اینجا هم باز شرط باطله اما عقد رهن صحیحه، جزء شروط مبطل نیست. البته نباید این شروط باطل غیر مبطل شما رو فریب بده. بعضی از موقع‌ها توی سوالات امتحان مواردی مطرح میشه که شما شاید تصورتون باشه شرط باطله، در حالی که اینگونه نیست. برای مثال در ضمن عقد رهن شرط شده، فرض کنید من دو تا خونه بابت 1 میلیارد بدهی که به شما داشتم در اختیار شما قرار دادم به عنوان رهن، ضمن عقد شرط کردم که اگر یکی از خونه ها رو ببخشید، اگر نیمی از بدهی رو به شما پرداخت کردم باید یکی از خونه ها رو آزاد کنم یا شما آزاد کنید. اینو بهش میگن شرط تجزیه عقد رهن در صورت پرداخت بخشی از بدهی. وضعیت چون شرطی چیه؟ بعضی ها فکر میکنن چون شرطی باطله، اما در اینجا هم شرط صحیحه و هم عقد صحیحه، هم عقد رهن صحیحه. شما رو هدایت میکنم به ماده 783 اگر درست ذهنم یاری کنه، توی بحث خدمت شما هست کنم عقد رهن. اما
حالا جاهای دیگه مثالهای دیگری میشه زد. اگر شما ضمن عقد بی شرط سقوط خیار تدلیس رو بکنید، یعنی شرط کنید خیار تدلیس ساقط بشه، این شرط باطله اما عقد بی صحیحه. اگر شرط سقوط خیار تفریس رو بکنید، شرط باطله عقد صحیحه. اگر شرط سقوط خیار تعذر تسلیم رو بکنید، شرط باطله عقد صحیحه. اگر شرط سقوط خیار قبل بکنید، شرطتون صحیحه، عقد هم صحیحه. پس بنابراین موارد مختلفی که در قانون مدنی میشه ملاحظه کرد در جاهای مختلف. یک نکته‌ای که باید شما بهش توجه کنید این هست که لزوماً اطلاعاتی که توی کلاس‌ها در اختیار شما قرار می‌گیره اطلاعاتی نیست که فقط در قانون مدنی به قول معروف بشه رد پاشو پیدا کرد، چون شما می‌دونید قانون مدنی منبع اصلی درس شما هست. در کنار قانون مدنی قوانین فرعی دیگری وجود داره که بسیار مهمه، حتی بعضاً اهمیتشون از برخی از مواد قانونی هم بیشتره. قانون مسئولیت مدنی سال 39، قانون حمایت خانواده سال 91، قانون بیمه اجباری سال 95، قانون اوقاف و و و قوانین مختلفی که وجود داره. توی این قوانین فرعی هم ما نمونه های از این دست میبینیم. من چند وقت پیش داشتم قانون بیمه اجباری رو میدم، با یه موضوع خیلی جالب روبرو شدم. در ماده 11 همین قانون بیمه اجباری که از قوانین بسیار مهم هست و در سال 95 آخرین اصلاحش انجام شد، تو ماده 11 ببینید چی گفته. درج هر گونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر که در قرارداد به هر نحوی باطل و بلا اثره. یعنی اگر شرکت بیمه بیاد تو بیمه نامه شرط ثالث شرطی رو بذاره که در پرداختش تعلیق ایجاد کنه یا محدودیت های ایجاد کنه، اینجا شرط باطله اما عقد بیمه شما سر جاش هست. مثال دیگری که میشه برای این داستان خدمت شما عرض کنم، حالا موارد مختلفی وجود داره. برای مثال قانون روابط مجر و مستجر سال 56 هست. شما میدونید در عقود لازم اصولاً ما میتونیم خیار شرط پیش بینی کنیم، یعنی برای مدت معینی برای یکی از طرفین یا هر دو طرف یا شرط ثالثی اختیار فسخ قرار بدیم. حالا اگر در اجاره‌ای که بر اساس قانون سال 56 منعقد شده ما بیاییم و برای مجر، دقت کنید اجاره اماکن تجاری قانون 56، اگر ما بیاییم برای مجر خیار شرط قرار بدیم و حق فسخ پیش بینی کنیم، آیا چنین شرطی نافذ و معتبره؟ جواب، چنین شرط ظاهراً پاسخ مثبته که اشکالی نداره، اما چنین شرطی برخلاف قانون روابط موجر و مستجر سال 56ه. پس در اینجا شرط باطله اما عقد اجاره درسته. مستند این حرف کجاست؟ ماده 30 قانون روابط موجر و مستجر سال 56. بحث شروط باطل غیر مبطل خیلی جزئیات دیگه‌ای داره. من یادم دلیل جایی دلیل کلاس تفسیری شاید تقریبا نزدیک 50 مورد از مواردی که ممکنه شرط باطل باشه و عقد صحیح باشه خدمت رو عرض کردیم. حالا و خدمت دوستان عرض کردیم، یادداشت کردم، ولی در اینجا حالا به این موارد حالا به صورت جسته گریخته اشاره خواهیم کرد. یه نمونه دیگری که الان به ذهنم رسید شرط سقوط زمان درک هست. وضعیت این شرط اگر ضمن عقد بیع بیاد چیه؟ دقت کنید زمان درک معنی چیه؟ زمان درک منظور مسئولیت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مدی یا ثمن، این که زمانی که این معین میشه. خب من ماشین رو به شما میفروشم، ضمن عقد شرط میکنم که اگر بعداً معلوم شد این مال، این اتومبیل، این مدی متعلق به دیگری، من مسئولیتی ندارم. در نگاه اول شاید همگی بگید خب چون این شرطی باطل، چون طرف بگید اگر مال دوزی از آب در اومد من مسئول نیستم. شاید در نگاه اول بگیم شرط باطل، حالا عقد صحیح یا چیز دیگر، اما شرط سقوط زمان درک به این کیفیتی که خدمت شما عرض کردم شرطی صحیح است و دیوان عالی کشور هم در آراء خودش اینو تایید میکنه. البته یک نکته داره، فروشنده‌ای که داره چون این شرطی میذاره
نباید با علم از مستحق للغیر بودن مال دیگری به قول معروف بیاد و مال رو بفروشه. اگر با علم باشه داستان دیگری است. زمانی که جهل داره و چون شرط میذاره، چون شرطی صحیح و نافذ و معتبر است. خب فکر کنم تا اینجا کار کافیه. ما در اینجا اومدیم فقط به عنوان نمونه در یک حد خیلی محدود بحث شروط باطل مبطل رو به طور تفصیلی و شروط باطل غیر مبطل رو حالا اندکی صحبت کردیم و در اینجا سوالای بسیار زیادی هم هست که فرصت برای پاسخگویی بیشتر این مقال واقعا وجود نداشت. بحث این که اگر شرط باطل مبطل رو ما از عقل برداریم بیاریم بیرون، آیا عقل صحیح میشه یا در واقع کماکان باطل میمونه و و سوالهای مختلفی که در این زمینه وجود داره که انشاءالله در کلاس‌های آنلاین ما در واقع به تفصیل در مورد اینها صحبت خواهیم کرد. من سعی کردم در این فاصله که در خدمت شما هستیم نکاتی رو که شما عرض کنیم که انشاءالله به کارتون بیاد و در پایان هم برای همه دوستان که صدای ما رو میشنوند آرزوی سلامتی و موفقیت داریم و امیدواریم در این فرصتی که ایجاد شده بتونیم تا جایی که میتونیم دوستان کمک کنیم که انشاءالله در آزمون‌های پیش رو موفق و معید باشند.